به نام خداوند بخشاینده و مهربان و درود بر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که نخستین معلم بشریت است. السلام علیکم شاگرده عزیز، امیدوار هستم از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشین و درس های گذشته تان هم تکرار کرده باشین و کارخانگی تان هم انجام داده باشین. خب پیش از اینکه درس را به خود آغاز بکنیم، یک مرور کوتاه بر درس گذشته میکنیم. خب درس گذشته ما چی بود؟ خب درس گذشته ما شما خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه بود. یک مرور کوتاه به او داریم و بعد از او درس جدید خود به خیر دنبال میکنیم. حضرت عثمان قسمی که خواندین و یاد گرفتین پسر افغان بود که بعد از حضرت عمر رضی الله عنه به خلافت رسیدن. شخص بود که حضرت ابوبکر اونا را به دین اسلام دعوت کردن، دعوتشان را پذیرفتن و به دین اسلام مشرف شدن و تمام دارایی خود چون شخص ثروتمندی بودن دارای اسلام البته به مصرف رساندن و فتوحات اسلام هم در زمانشان ادامه داشت و تا ترکیه و افریقا نیز فتح شد. و بالاخره کار بزرگ و عظیمی که در دوران خلافت حضرت عثمان صورت گرفت جمع‌آوری قرآن عظیمشان بود که هیچ وقت یادتان نره. قرآن عظیمشان در دوران خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه جمع‌آوری شد، تحریر شد، البته تحت نظر زید بن ثابت که یکی از کاتبان وحی بود. و بالاخره بعد از 12 سال خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه به شهادت میرسه و خلافت به خلیفه چهارم یعنی حضرت علی انتقال پیدا میکنه. خب درس امروز با شما خلافت یا دوران خلافت حضرت علی کرم الله وجهه است. پیش از اینکه درس بخوانیم، اهدافی که برای درس تعیین کردیم ما بر شما میخوانم که تا ختم درس باید به این اهداف خود برسید. خب سلسله درس های تاریخ است، بازم صنف هفتم است، مضمون تاریخ است. موضوع درس ما دوران خلافت حضرت علی کرم الله وجهه چگونه سپری گردید. درس 31 و صفحات کتاب صفحه 71 الی 72. البته اهداف آموزشی که برای درس تعیین کردیم برتان میخوانم، یعنی از شاگردا توقع می را تا ختم درس به اهداف ذیل دست یابند. این توقع ما شما اینمی است تا زمانی که درس ختم میشه شما باید به این اهداف برسید. یک، آشنایی شاگردان و نسبت هایی که حضرت علی کرم الله وجهه با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داشت. دو، آشنایی شاگردان با فضائل و خصائل اثنای حضرت علی کرم الله وجهه. سه، آشنایی شاگردان با عملکردهای دوران خلافت 5 ساله حضرت علی. خب درس آغاز میکنیم که درس امروز ما شما گفتیم که دوران خلافت حضرت علی کرم الله وجهه. شما تصویر را میبریم که مسجد نشان میده در کوفه و البته موقعیت یا جایی است که خلافت حضرت علی کرم الله وجهه از این مسجد یا از این محل آغاز گردید. به تصویر خوب توجه کنید. خب خلافت حضرت علی کرم الله وجهه چگونه سپری شد؟ حالا ما شما در این مورد یک جا با هم درس پیش میبرید. حضرت علی کرم الله وجهه پسر ابی طالب از طایفه بنی هاشم و از قبیله قریش بود. علاوه بر اینکه یعنی پسر کاکای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می شدند، داماتشان نیز بودند. و 21 سال قبل از هجرت در مکه معظمه تولد یافتند. و حضرت علی در سن 10 سالگی به دین اسلام مشرف شدند. یعنی از خرده یا از پسران اولین کسی بودند که دین مبارک اسلام قبول کردند. حضرت علی کرم الله وجهه در بین مردم به عدل، انصاف و ذکاوت شهرت زیاد داشتند. هنگامی که هجوم مشرکین بود یا مشرکین هجوم آوردند بر خوابگاه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، حضرت علی خوابید و به این ترتیب مشرکین به هدف خود نرسیدند. بعد از وفات حضرت عثمان رضی الله عنه خلافت به حضرت علی میرسه یا حضرت علی به خلافت برگزیده میشه.
حضرت علی هم با مشکلات زیاد از طرف مشرکین مواجه شد که در نتیجه انمی مخالفت ها دو جنگ بین مسلمانان واقع شد. یکی جنگ صفین بود و یکی هم جنگ جمل. یعنی هر دو جنگ بین مسلمانان واقع شده. این دو جنگ ما شما حال تشریح میکنیم و میخوانیم. جنگ جمل. چرا این جنگ به نام جنگ جمل یاد بگیرم؟ جمل در عربی شتر میگن. و چون حضرت بی بی عایشه رضی الله عنها یعنی یکی از خانمای حضرت محمد صلی الله علیه و آله در این جنگ اشتراک داشتند و سوار بر شتر بودند، به این خاطر این جنگ به نام جنگ جمل مسما کردند یا یاد میکنند. جنگ دومی که بین مسلمانان در زمان خلافت حضرت علی واقع شده جنگ صفین است. این جنگ در محل به نام صفین واقع شده. باید مخاطب به نام صفین یاد میکنم. محل یا منطقه که جنگ واقع شده بود صفین نام داشت و میخاطب این جنگ به نام جنگ صفین یاد میشه. این جنگ میان طرفداران حضرت علی و طرفداران حضرت معاویه در سال 37 هجرت واقع شد. این جنگ 7 روز طول کشید و بعد از 7 روز این جنگ خاموش گشت و اینا فیصله کردند که دو تنه برای مذاکره تعیین بکنند. از طرف حضرت علی، البته ابا موسی اشعری نماینده تعیین شد و از طرف معاویه عمرو را نماینده تعیین کردند که تا اینا با هم بشینند و مذاکره بکنند. وقتی اینا با هم با مذاکره شیشن، اینا اعلان کردند که هر کدام ما نماینده خدا خلا اعلان میکنه، یعنی حضرت علی و حضرت معاویه را خلا اعلان میکنه و به عوضش بر مسلمین گفتند که یک نفر دیگر به حیث نماینده تان انتخاب بکنه. خب عمرو از حضرت ابو موسی اشعری خواست تا گفتار خدا بر مردم بشنواند. ابو موسی اشعری گفت که ما حضرت علی را خلا اعلان میکنم و شما کسی دیگه را به حیث نماینده یا به حیث خلیفه انتخاب بکنید. در این وقت عمرو از وقت استفاده میکنه و برای مردم میگه که ای مردم، شما شنیدین که ابو موسی اشعری یار خدا خلا اعلان کرد. ما هم او را خلا میکنم و به عوضش حضرت معاویه را و خلافت نصب میکنم. به این ترتیب مذاکره به نفع حضرت معاویه تمام شد و حضرت معاویه به خلافت رسید. حادثه دیگری که در دوران خلافت حضرت علی رخ داده ظهور خوارج هست. خوارج یعنی ظهور خوارج بعد از جنگ صفین به میان آمد. خوارج از جمله گروه های عقیدتی، سیاسی و از طرفداران حضرت علی کرم الله وجهه بودند. اما توافقی که بین حضرت علی و حضرت معاویه صورت گرفت، اینا به او توافق اعتراض کردند. که حضرت علی با حضرت معاویه او را امضا کردند. به مخاطر اینمی گروه یا اینمی گروه را به نام گروه خوارج یاد میکنند. حضرت علی 5 سال خلافت کرد در سال 40 هجرت توسط یک تن به نام عبدالرحمن بن ملجم که این فرد به فرقه خوارج ارتباط داشت، زخم برداشتن و یا ضرب بخوردن و 2 روز بعد از امی زخم برداشتن چون ضربات زیاد دیده بودن به اینا به شهادت رسیدن و به این ترتیب دوران خلفای راشدین به پایان رسید. این بود شاگرد عزیز درس امروز ما شما. حال خلاصه در تبرتان نکات عمدهش سر تخته نوشته میکنم و در تبرتان در روی تخته خلاصه میکنم. شما میتونید که در این وقت نکات مهمه با خود یادداشت بکنید. قسم گفتیم حضرت علی رضی کرم الله وجهه پسر ابی طالب از طایفه بنی هاشم و از قبیله قریش بودن. در 10 سالگی به دین اسلام مشرک شدن، یعنی اولین از جمله طفلا یا پسرا اولین طفل یا پسر بود که دین اسلام را قبول کردند. در میان مردم به عدل و انصاف و زکاوت شهرت داشتند و حضرت علی رضی الله عنه زمانی که مشرکین به خوابگاه حضرت محمد صلی الله علیه و آله حمله کردند، اینا به جایشان خوابیدند و به این ترتیب مشرکین هم به هدف خود نرسیدند.
البته در زمان خلافت حضرت علی هم با مشکلات مواجه بودند که بعد جنگ ها از طرف بین خود مسلمانان رخ داد، که از اون جمله دو جنگی که بین مسلمانان در اون زمان رخ داد، یکی جنگ جمل بود و دیگری جنگ صفین. جنگ جمل، جمل به معنای شتر، چون حضرت بی بی عایشه رضی الله عنها در این جنگ اشتراک داشت و بالای شتر سوار بودند، این جنگ به نام جنگ جمل مسما کردند. جنگ صفین جنگی است که بین طرفداران حضرت علی و بین طرفداران حضرت معاویه صورت گرفته، 7 روز طول کشید، بعدن خاموش شد و اینا 2 نفر نماینده را برای مذاکره تعیین کردند. نماینده حضرت علی کرم الله وجهو ابو موسی اشعری بود و نماینده حضرت معاویه عمرو بود، که بالاخره این مذاکرات به نفع حضرت معاویه تمام میشه و حضرت علی را خلع اعلان میکنند و جنگ به نفع حضرت معاویه تمام میشه. 5 سال خلافت کرد حضرت علی را کرم الله وجهو و بالاخره توسط 1 نفر به نام عبدالرحمن بن ملجم به شهادت رسید. این بود خلاصه درس، و امیدوار هستم که یاد گرفته باشین و معلوماتتان افزوده باشه. باز هم مثل دروس قبلی چند سوالی برای کارخانگی آماده کردیم شاگردای عزیز، و سوالا را برتان میخوانم. شما با کتابچه هایتان یادداشت بکنین و با کمک کتاب و اعضای فامیل میتونین جواب های دیر در کتابچه هایتان نوشته بکنین. سوال اول است که حضرت علی کرم الله وجهو با حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چی نسبت داشت؟ بسیار ساده و آسان. سوال دوم هست، خوارج کیها بودند؟ سوال سوم، چرا جنگ جمل را به این نام یاد میکنند؟ این بود شاگردای عزیز و دوست داشتنی سوالای کارخانگیتان. امیدوار هستم یادداشت کرده باشین، جوابایش را به خیر کتابچه هایتان نوشته بکنین و درس آینده را هم یک بار با خود مرور بکنین، که خلافت اموی ها است. حال از حضور شما مرخص میشم تا اینکه باز هم در برادر آینده به خیر با هم یک جا میشیم و درس پیش میبریم. شما را به خداوند یکتا و لایزال میسپارم. شاد و موفق باشین. خدا نگهدارتان.